اگه بگم خودم گریه میفته. زمان کرونا، ابتدای کرونا که خیلی از کسب و کار مختل شد، خیلی از کارگران نتونستن سر کار برن، خیلی از عزیزان نتونستن کسب درآمد داشته باشن. تو مغازه کم آوردم، یعنی فروش نداشتم، اصلا فروش من خیلی پایین بود، افتضاح بود. کسی هم نبود که من ازش قرض بگیرم، یعنی شرایط کرونا یه کاری کرده بود با مردم که به هر کی هم میگفتی اگه داش میخواست نگه داره برای روز مبادش. دیگه تقریبا با این وضع یه جورای بنبست خورده بود. دیگه یک روز دیدم خیلی طلبکارا زنگ زدن و چند نفر پول پیش پول ازشون گرفته بودن، زدن آقا پولامونو بده فلان. دیگه بی شاگرد من گفتم آقا مغازه رو هم جمع بکنیم بهتره، چون دیگه خسته شدم، رو گوشیم زنگ می‌زدن، در خونه میومدن فلان. نه مجبور شدیم جمع کنیم. من مانده بودم و خودم بی هیچ چیزی که مبلغ تو جیب ما حتی نبود. اون زمان من چون داداشم فوت شده بود و مادرم خیلی به حساب جوش اونو میزد، یا پدرم دو سال پیش سه سال پیش فوت شد و غم و غصه اونم داشت، این جریان من به هیچکی نگفتم، یعنی تو خودم بود فقط. ته خط که رسیدم گفتم خدایا باشه جواب منو نمیدی، من اصلا آبوم رفت دیگه، انقدر دعا کردم، انقدر صدا کردم، جواب منو نمیدی، باشه دیگه صدا نمی کنم، فقط میخوام یه چیزی رو به من نشون بدی، میخوام ببینم که واقعا کسی هست که صدای منو بشنوه. یعنی دیگه احساس کردم که توی قوطی دربسته افتادم که هیچ کس دیگه صدای منو نمیشنوه، احساس کردم تمومه دیگه، از دنیا بیزار شده بودیم آقا، کلن منکر همه چیز. من تنها چیزی که بودش که اصلا کلن توی فضا نبودم، مثلا این فضا رو نمیدونستم چی هست، مامو کردار نیکو، گفتار نیکو، پندار نیکو فلان. نه با توجه به که مغازم رو حرم امام رضا بود، بالاخره خب بچه شیعه ایم دیگه، همی طرف داشتیم همون طرف داشتیم دیگه. خلاص نرسیده به میدون شهدای خونه ما، میدون شهدا بودم، یه هویی ساعت 12:30 شب بود، چشمم افتاد به گنبد امام رضا. کل کارامو گذاشته بودم کنار، صبح میرفتم رو بر حرم امام رضا و زواری هم بود، خیلی شلوغ بود، داخل نمیتونستم برم، پارکینگا جا نداشت، توی ماشین همینجوری رو بر حرم امام رضا گریه میکردیم تا شب. رو برم امام رضا گفتم امام رضا ما به کسی بدی نکردم، نمیدونم به چی اینجوری شد کار کسمو. تو هم دلم خدا شده بگم از کسی مثلا شنیدم یا مثلا یک جایی یک ماجرا، این رو واقعا به دل خودم افتاد که آقا از هر جفت کفش یک مبلغی رو بذارم کنار، یعنی شریک بشم با امام زمان، یعنی به امام رضا گفتم که با امام زمان شریک بشم مثلا یک درصدی رو. تو دلم، یعنی تبدیل به صوتم نشد، این که میگن از دلها آگاهه، این جالبه برای من. همونجا تو دلم نیت کردم از مبلغی که در میارم یک درصدی رو برای اهل بیت هزینه کنم. شاهراهو به ما نشون دادن، گفتن که یه درصد از درآمدتون رو اینو اختصاص بدین به امام زمان، حالا یا تبلیغ بشه تو راه امام زمان با اون درآمدی که در نظر میگیریم، یا کمک بشه به افراد به نام و نیت حضرت، و جوابشو میگیرید. اصلا دیگه ما وارد پروسه دیگه شدیم، از همون روز خدا گفت بگیر که داره میه، ولی یک حالت آروم داشت داستان، یعنی خیلی کم. البته فکر میکنم صلاح ما آدم ها هم همینطوریه، یعنی شما شک نکنید اگه من شرایط مالی الان داشتم، اصلا فکر میکنم تو یک جای دیگه باید منو میدیدین. ما اصلا الان خودم خندم گرفتم، اصلا نمیدونم الان دارم درباره چی صحبت میکنم، اینا رو نمیدونم، ولی خب میدونم که آقا معامله کردم با امام زمان جواب میده، بر ما که جواب داده. یکی از دوستانم یه موردی رو به من گفت، برای خودم خیلی جالب بود. من یه کارت بانکی دارم، روم کارت بانکی نوشتم صاحب زمان. من یه درصدی از درآمدم هر چیزی که پول به حسابم میاد میریزم تو به نیت امام زمان از این. من فکر میکنم همین کار کوچیک رو بخوایم انجام بدیم، حالا هر کسی به هر نیتی، هر چیزی که به دلشه، بیاد به دل خودش این کار رو انجام بده، خیلی هم نیاز نیست خیلی زیادی باشه، یه بخشی از درآمدشو، اون چیزی که ندای درون خودش میگه به هر نیتی که دلش میخواد، بیاد این کار رو انجام بده،
و خدا میرسونه. الحمدلله همیشه هم تایی اون کارتی چیزی هستش که آدم خود کاری انجام بده، هرچند که بخواد محدود باشه. هر معامله میکنم همونجا 1% میذارم کنار، همونجا که اون حق الوکاله یا حق المشاوره یا دستمزدی که میگیریم رو همونجا اون عددش رو میذارم به کارت امام زمان، چون میگم این از همون واجب تره. بعد نحوه خرج کردش چجوریه؟ من 1% طلاییمو خرج بچهای حاشیه شهر میکنم که بتونم بیان توی باشگاه ورزشی که انشالله رشد سالمی داشته باشم. طبعا ماهیانه یا هر دو ماه یک سری اقلامی رو جمع میکنیم از رفقای دورور خودمون و ما با حالا دوستان دیگه و عزیزان که داخل گروه هستن، یه سری اقلام جمع میشه و بین مستضعفین توضیح میشه. ممکنه شما بچه شیعه که عاشق امام زمانی و قطعا امام زمان عاشقته در هر جای دنیا باشی، الزامی هم نداری حتما بری با مسلمان کمک بکنی. اتفاقا شاید مثلا یه نفری که تو امریکا زندگی میکنه یه جایی که مسلمان کمتره بیاد به این جور به یک نفری غیر مسلمان کمک بکنه، من امام زمانی دارم که بابت از بابت اون پول جمع میکنم و از بابت اون دارم به شما کمک میکنم، یک خوبی مضاعفی داشته باشه که او طرف هم میفهمه که ما بچه شیعیا از امام زمان علیکی دم نمیزنیم. اون 1% طلایی فرقی نمیکنه به نظر من کجا باشه، ولی اسم باید برده بشه. طرفی که مثلا گیرنده است باید بدونه اینو از تو نگرفته. همیشه هر کاری میکنی اسم امام زمانو ببر با هر فازی. آقا اصلا بسته قضیه جمعه داری تو هیئتت پخش میکنی، چرا مثلا یک نوشته کاغذی نباشه که جهت تعجیل در امر فرج سلامتی آقا امام زمان صلوات؟ وضعیت خیلی بهتره جهاز بده، ولی اگه جهاز میدی همینجور نده، به طرف بگو آقا این پول امام زمانه، از طرف حضرت مهدی بر ظهور دعا کنید که انشالله اصلا مشکلات حل بشه، کمک میخوای بیکی بکنی، یک نمادی از امام زمان بذار، بذار بدونه آقا اگه این داره به این آقا میرسه به واسطه حضرت مهدیه، دوروبرت اقوامت آقا میخوای یک پول دستی بدی برزت آقا 20 میده بگو آقا حقیقت من از رو پول حضرت مهدی دارم میدم امام زمان، امام زمان که چیه فلان، نه این خودش براش یک سوالی میشه. ماشاءالله برای کمک کردن راه خیلی زیاد، بس که شما شروع کنی، همیشه منتظر اون روز نباش که خدای تو به من بده تا من بدم، تو همین الان شروع کن بدادن خدا بهت میده، اون روز نخواهد رسید. مثل داستان رژیم گرفتن و از فردا شروع میکنم و حالا بذار این ماه قسطامو بدم، و تو همون شرایط اصلا دلو بزن به دریا، شروع کن آثارشو ببین. اول به نظر من حال شما خوب خواهد شد و تو این جامعه ای که همه استرس دارن، اذیتن، پناهگاهی ندارن، آرامشات داره کم میشه و شما با این ارتباطتون با امام زمان اون آرامشه رو خیلی میتونید بدست. اول حال خوب، وقتی با آقا شراکت کنی هم آسایشه میاد هم آرامش. شک نکنید که آرامش نسبی تو زندگی شما میاد، آرامش ابدی که باید بره آخرت، ولی تو همین واسفای الان و توی دبدقه های روزمرگی هایی که ما گیر کردیم، امام زمان برای اون رایحه خوشیه که انگار تو رو از بغل مشکلات به راحتی عبور میده. حس آرامش، حس مفید بودن، حس برکت تو پول، درآمدتون برکت پیدا میکنه. بذار خودمونی تر بگم، جیبتون هیچ موقع خالی نمیشه، کیفه هیچ موقع دیگه خالی نمیشه، کارت بانکی همیشه توش پوله. به شخص اتفاق افتاده که این مبلغ اینقدر برکتش زیاد بوده که باز شیطون بونم زد گفت این رو رد نکنیم، باز خانم امینا اومدن گفتن نه شراکت کردی دیگه باید رد کنیم. ولی این که مثلا یه میدار عدد سنگین شده، یا مثلا خودم احتیاج داشتم بعضی موقع ها که بدم، والا مثلا خب من از خودم که واجب ترم برم یک دستبردی بزنم به کارت امام زمان و حالا بعد میرم پرداخت میکنم، نهیب زدم به خودم مثلا من مال من نیست بخوام این کار کنم. بزرگترها به ما یاد دادن که اگر میخوای حتی معامله مالی هم تو این دنیا با کسی بکنی، با اهل بیت معامله کن، چون چند برابرش دوباره برمیگرده. تا چارته دنیایی رو هم داشته باشیم، با یه کسی داریم معامله میکنیم که سود این معامله تضمین شده است. اون اوایل خودم میگفتم مثلا این فعالیت خودم، تلاش خودم به روزی که مثلا خدا رسونده و اینا، ولی بعد به این نتیجه رسیدم نه، اون 1% که شراکت کردم با امام زمان، اون 1% برکت آورده به زندگی. میفهمی که این روزیه که میاد داره میاد مال شما نبوده؟ اگه مال شما بود این همه سال کجا بود؟ مال شریکتونه. روزی آقا کجا؟ روزی ما کجا؟ چی در برابر چیه؟ شاید یکی دیگه بگه مرزن میخوام
مثلا حقوق من در ماه مثلا 1,800,000، یعنی مثلا چی که من 1% شریک بشم اصلا تو کار من تاثیر نداره، چون من حقوقم معلومه تا پایان سال. خدا شاهده به همین به امام زمان قسم به همین آدم من میپیشنهاد دادم بعد 2-3 روز، حالا بعضیا خیلی سریع جواب میدن، نمیدونم مثل که امام زمان سلام میدونه کی رو باز زودتر یکی رو دیرتر، چند گیره میگم رئیس ما گفته نمیخوای بیای مثلا قسمت فلان، گفتم که بعد من نمیگم کی حقوق از یک قسمت شده سه خورده، و که دیگه میگم اصلا کار من معموله، مثلا کارگر روزمزد مثلا، مثلا یعنی امام زمان میخواد بر من چیکار کنه، مثلا من روزی 300 تومن صبح که برم تا شب مثلا میگیرم، هم آدمی که اونجا هست میذارم نظر میخوام اینو سابکارش میگه که آی فلانی شما از فردا نخاله ها رو بر خودت بردار، مثلا کارگر ساختمون یعنی نخاله ها رو میده بهت، به دلش میندازه امام زمان، به دلش میندازه که چی شما یک حرکت اضافه تر انجام میدی، اصلا شما شک نکنید به این موضوع. روزی که میگیم زیاد میشه برکت، حتما مالی نیست، گاهی اوقات خود امام زمان یک به قول من پازل میچینه که یک سری کسا هم با شما آشنا میشه، اصلا من و یک سری دوستایی که نارم قرار گرفتن از موقعی که این حالا تصمیم گرفته شد که این کارو بکنیم و خیلی برکت های بیشتری و ایده های بهتری داره به ذهنمون میرسه که کارهای بهتری انجام بدیم انشالله. وقتی که 1% رو ما از جیب خودمون کسر میکنیم میرسیم بهش به امام زمان، این خودش که طلایی میشه، هیچی معتقدیم او عدد باقی مونده اونا طلایی بشه، زندگی طلایی میشه، دید طلایی میشه. بعد یه شریکیه که دیگه خیالتون راحته، یکتون رو ضرب در هزار میکنه، از همه لحاظم پشتتون قرصه دیگه. اگه یکی مثلا میخواد بیاد سر من کلا بذاره، سر شریکم که نمیتونه کلا بذاره، از اون طرف هم باز دلتون قرصه دیگه. اگه من قراره یه خطایی کنم که مثلا تو کارم به مشکل بخورم، من نمیفهمم، شریکم که میفهمه، خودش راهو بهم نشون میده، خودش مواظبمه. این فقط باید امتحان کنی. وقتی شروع میکنی خودشون انقدر قشنگ به تو کمک میکنن، انقدر قشنگ و ملموس دستتو میگیرن به شرط که بخوای. من دارم میگم آقا مشروب میخوری، نزول بگیری، خفگیری، چه میدونم دختر بازی، اصلا هر چی که هستی، کلن یک ماه شما یک تست داری. حالا یا امام زمان زورش بیشتره تو رو آدم میکنه، یا او پولا بولی زورش بیشتره، این تست رو توی بزن دیگه یک ماه، هر طور هستیم بیاین، اصلا فرق نمیکنه برای آقا. فقط میطلبه به نظر من که شما یه هر ازگاهی تو روزمرگی یه چند ثانیه ای، نمیگم چند دقیقه ای، حالا این هم یکم درده که قریب امام زمان چقدر تو زندگی ما، ولی چند ثانیه ای شما با امام زمانتون صحبت کنین و به آقا بگین که آقا من میخوام این کارو بکنم، قول بهتون میدم که شما این مسیر رو برین، بعد از کمتر از میشه گفت چند ماه یه اتفاقات عجیبه برای شما خواهد افتاد. ناخواسته هر کاری رو قبول نمیکنه، ناخواسته هر پولی تو زندگیش نمیاد، چون شریکش امام زمانه. شاید امام زمان که تو دل ما میندازه برو به او کمک کن، به خاطر تنهایی همون باشه، به خاطر خودش درد تنهایی رو کشیده و میگه برو به او تنهایی کمک کن. مثل امام رضا که غریبه، میگن خیلی غریبا رو دوست داره، به خاطر خودش درد غربت رو کشیده، خیلی به غربت به غریب ها بیشتر رسیدگی میکنه. شاید این امام زمان ما هم که تو دل ما میندازه که برو به فلان کس کمک کن، به خاطر تنهایی و فلان کسه. با اون یه درصدای کوچیکتون، با اون یه درصدایی که با هزار امید تقدیم آقا میکنین، بیان یکم زرنگ باشین، هم بقیه رو از این پریشونی در بیارین، هم آقا رو از غربت در بیارین، بیان هم همدیگر رو صدا کنیم تو این مسیر، هم همه با هم آقا رو صدا کنیم. دیدی بعضی وقتا یک جا میری توی یک کوچه مثلا چند نفرم میخوان تیم فوتبال بازی کنن، مثلا چند نفرم با هم، بعد مثلا دیدی یارای خوب رو برداشتن، مثلا یکم دیر میرسه میگه علی این خیلی قشنگ دریبل میزنه، مثلا این دنس میز بده تو تیم ما، میگه با ما اینو برداشتمش، میگه با درزبانم که اون برداشتی، از آخر میگه مثلا یک آدم خپلی اون گوشه وایساده، میگه خب چیکار کنم دیگه، بیا تو تیم ما. اینو واقعا میگم، نه الان بره جلو دوربین ها، حاجی من خیلی خرابم، یعنی شما ببین کی چقدر تنهاست که تو اومدی منو برای گزارش پیدا کردی، یعنی یک آدم نیست واقعا برای امام زمان صحبت، من کجا امام زمان کجا، در قربتش همین تیه این گزارش شما، در قربت امام زمان بس، در بیاری امام زمان بس.
امام زمان کجاست؟ من کجا؟ امام زمان کجا؟ خندم گرفته. واقعا خانواده خوبی هست اینا. ستارالعیون من، یا عالم شرمندگی تو وجود منه، یا عالم شرمندگی تو وجود منه که من یا من نوعی تک به تک میتونستیم آقا رو از غربت در بیاریم. من اصلا یادمون رفته، یادمون رفته بود که امامی هم داریم، که پدری هم داریم. میگم من خودم شخصا دیر فهمیدم، خیلی دیر فهمیدم. خیلی دوست دارم که مردم مشکلاتشان رو بدونن کجا میبرن و کی میتونه حل کنه براشون. به نظر خودم رو میارن به این کار و این خدمت رسانی. کسایی هم که دارن این ویدیو رو میبینن، صدای منو میشنون، تصویر منو میبینن، خود امام زمان انتخابشون کرده، خود امام زمان صداشون کرده، چون بالاخره مدیر همه امورن دیگه. من اگه حرفی زدم آقا باید ببینه، امضا کنه، تایید کنه، بعد کسی اگه میخواد بشنوه، تازه اون کسی که میخواد باید بشنوه، آقا باید ببینه تایید کنه. پس اگه میبینن، اگه میشنون، بدونن که آقا صداشون کرد، بدونن که دیگه بجنبن دیگه، دیر میشه. شاید فردایی نباشه، از امروز شراکت با صاحب زمان شروع کن. شاید فردایی نباشه، از بعد از دیدن این کلیپ شروع کنیم، چون شیطون میاد جلو و میگه ایشالله از پس فردا شروع کن. با امام زمان بودن هم دنیا رو داری هم آخرت، پس بیا ریس نکن، شروع کن یا علی مدد.